با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی امشب را در قیاب روزنامه های امروز پنجشنبه 19 آذر ماه ایرانی میگوشه این با تازه های از ایران منطقه و جهان به روال معمول همه شب نخواست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده واکنش های گسترده جمعی از ایرانیان به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر لزوم اخذ ویزا حتی برای دارندگان پاسپورت آمریکایی خاصه برای ایرانی تباران تحریم چند مدیر ارشد رسانه‌ای ایران از جمله مدیران منصوب علی خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر در اشکال و سوار مختلف باستاب با گسترده اعلام حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری پیشروی در اسفند کما بیش کشته شدن و جان باختن جوانان ایرانی در میادین نبرد سوریه این بار کشته شدن قهرمان جدوی کشور دوره جدید فشارها علیه ساکنان شهر شبکه ها خاص تهاجم به تلگرام و خبرهایی از منطقه خاص حوزه عراق و شامات سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 19 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم میهنان عزیز و بینندگان ایران فردا خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه با چند خبر کوتاه از ایران منطقه و جهان برنامه خبرها و نظرها را پی میگیریم حمایت دولت ایالات متحده آمریکا از طرح تازه تصویب کنگره که موج گسترده رسانه ای را سبب شد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از طرح تصویب شده در مجلس نمایندگان آن کشور در مورد ایجاد محدودیت های مسافرتی حمایت می کند این طرح می تواند پیامت های را از جمله برای ایرانی تباران یا کسانی که به ایران سفر کرده اند در پی داشته باشد همان گونه که در بخش های مختلف برنامه های خبری تلویزیون ایران فردا آگاهی یافتید در طرح مجلس نمایندگان 17 آذر ماه با رأی اکثریت غریب اتفاق اعضا تصویب شده بود بر اساس این طرح شهروندان 38 کشوری که برای ورود به آمریکا نیاز به روادید ندارند اگر طی پنج سال گذشته به کشورهایی مانند ایران عراق سوریه یا سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هجدهم آزر ماه اشاره کرد که ما از قانون تازه ارائه شده در مجلس نمایندگان از سوی هر دو حزب حمایت میکنیم و امیدواریم که کنگره هرچه سریعتر در جهت تصویب آن اقدام کند با این حال طرح تازه برای ایجاد محدودیت‌های مسافرتی منتقدانی دارد که آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند. برخی نیز می‌گویند که چون این طرح می‌تواند تأثیر منفی بر صنعت گردشگری در ایران بگذارد و جلوی سفر گردشگران کشورهای اروپایی یا شرق آسیا را به ایران بگیرد. و اما در این راستا موجی از اظهار نظرهای مخالف و موافق از دو سوی منتقدین و موافقین در شهر شبکه ها بازنشری عظیم و گسترده یافت از جمله کاربری با نام مبارز نستوه از پناهجویان سیاسی مقیم ترکیه با استقبال از تصویب چون این ترحی آن را گامی در راستای پالایش شهروندانی که تحت عنوان پناهنده وارد آمریکا می شوند و سپس به ایران باز می گردند خاند. اما در سوی دیگر ماجرا کاربری با نام تیرداد بنکدار با انتشار یک نوشتار تحلیلی در صفحه اجتماعی فیسبوک آن را تبعیض آمیز و مزهک خواند این کاربر کشی تا با قیاس تطبیقی برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و عربستان به وضعیت ایران ایران رو به لحاظ ارتکاب تروریسم بهتر جلوه دهد که مستحق چنین قانون تبعیض آمیزی نیست کاربرانی دیگر نیز حتی آن را به نحوی به آغاز نوعی فشار علیه برجام تفسیر کرده بودند ادامه میده هم با سایر خبرهای برگزیده تحریم حقوق بشری از سوی نهادهای جهانی علیه مدیران جمهوری اسلامی همچنان ادامه مییابد این بار دو مدیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشمول مجازات تحریم حقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا شدند بر اساس گزارش های منتشر دادگاه عدالت اروپا با رد شکایت محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حمیدرضا امادی رئیس اتاق خبر پرس تیوی نام آنها را همچنان در فهرست تحریم های حقوق بشری تادی اروپا نگه میدارد. این دو مقام جمهوری اسلامی به خاطر نقص حقوق بشر به دلیل نقششان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی همچنان هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند داشت ادامه می دهم ده با دیگر رویدادها از جهان مجازی باز گذرش می شود که این بار نه ارتش سایبری بلکه سپاه پاسداران ایران به کاربران تلگرام تاخت و با تلگذاری های شناسایی باز به عملیات ایزایی ساکنان کوی سایبری می پردازد. محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی گفته سپاه پاسداران 300 هزار کاربر شبکه اجتماعی تلفن همراه تلگرام را در این استان شناسایی کرده است. کریمی گفت: "پژوهش سپاه استان مرکزی منجر به شناسایی 300 هزار کاربر تلگرام در این استان شده که 97 هزار نفر از آنها بومی هستند کریمی همچنین از فعالیت 240 گروه پرجمعیت در استان مرکزی خبر داد که محور 60 درصد فعالیت آنها فرهنگی و اجتماعی بوده و محل فعالیت آنها نیز فضای مجازی است آنطور که این فرمانده سپاه اعلام کرد 38 درصد گروه های شناسایی شده ی فعال در فضای مجازی استان مرکزی مستقل بوده و گرایش خاص سیاسی ندارند و همچنین در میان گروه های فعال مجازی در آستان مرکزی تنها 18 درصد آنها غیر هم با نظام هستند و اغلب با محتواهای های به زمین اینان زده فرهنگی و مستحجن فعالیت می کنند حتی مسائل سرگرمی را اینان مستحجن می نامند. خبرها را با چند رویداد منطقه‌ای پی می‌گیریم. کماکان سرزمین شامات و عراق هم سوریه و هم عراق بر صدر خبرهای جهان جای دارند. در تازه‌ترین گزارش‌ها از سوریه خبر می‌رسد که همس پایگاه آغازین نبردهای ضد دولتی علیه خودکامه سوریه با توافقی مقطعی و صلحی نسبتا سرد به آرامش نسبی سوق پیدا می کنند تا جایی که گزارش شد ساکنان شهر همس امیدوارند بتوانند طی چند روز آینده به خانه هایشان بازگردند این امیدواری پس از آن حاصل شد که دولت بشار اسد و شورشیان هفته گذشته تحت نظارت سازمان ملل برای اجرای آتش بس به توافق رسیدند و به این ترتیب مخالفان دولت از روز چهارشنبه تخلیه هومس را آغاز کردند. به گزارش یورونیوز پیش بینی می شود طی هفته های آینده حدود 3000 شبه نظامی وابسته به گروه های مختلف مخالف بشار هستند. آخرین مناطق تحت کنترل خود در شهر هومس را ترک کرده و بخشی از سلاح های سنگین خود را به مقامات این شهر تحویل دهند این توافقنامه همچنین امکان آزادی زندانیان در هر دو سوی درگیری را فراهم کرده است شهر هومز قبل از آغاز جنگ چهار ساله سوریه یکی از مراکز مهم اقتصادی این کشور بود این شهر همچنین یکی از اصلی ترین مراکز آغاز مبارزات مسلحان علیه رژیم بشار اسد در سال 2011 میلادی بود ادامه خبرها و اما خبری تلخ و تراژیک با همین مضمون و موضوع از سرنوشت سیاه پناهجویان سرگردان سوری بر سواحل مرگ در حوالی یونان که این بار یک خانواده سوری به طور جمعی همراه با هشت فرزند و مادر به اعماق آبهای اژه فرو رفتند و جان باختند بر اساس گزارش های منتشر در منابع مختلف خبری دیروز پنجشنبه مقامات یونانی گفتند که روز گذشته یک قایق حامل حدود پنجاه پناجو که از ترکیه آزم سواحل این کشور بودند در شرق دریای اژه غرق شدند و دوازده سرنشین آن از جمله هفت کودک جان خود را از دست دادند دوازده تن دیگر سرنشینان این قایق هنوز ناپدید هستند این قایق از جمله حامل یک خانواده سوری بود که با گریختن از جنگ داخلی آن کشور امیدوار بودند بتوانند در کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرند مادر این خانواده و هفت فرزندش در این حادثه جان خود را از دست دادند این در حالی است که جمهوری اسلامی و سرداران سپاه منصوب آیت الله علی خامنه ای کماکان با اعزام نیروهایی تحت عنوان مدافعین حرم به دفاع از بشار اسد میکوشند و در تازه ترین مورد قهرمان جدوی کشور در این مسیر نیز کشته شد بر اساس گزارش از جمله خبرگزاری فارس اعلام کرد مصطفی شیخ الاسلامی از قهرمانان رشته ورزشی جدو در ایران در مقام مدافع حرم در سوریه جان خود را از دست داد است بنابراین گزارش او سابقه قهرمانی در مسابقات مختلف را دارد و برادر محمد حسین شیخ الاسلامی عضو سابق تیم ملی جدوی ایران است شیخ الاسلامی نخستین ورزشکار ایرانی است که گزارش می شود که به جمع کشته شدگان ایرانی در حوادث سوریه پیوسته است. کمی آن سوتر از سوریه مجددا خبرهایی از روند تنشهای پرشتاب ترکی و روسی به گوش می رسد. این بار در دریا ارتش ترکیه دو کشتی روسی را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از پایگاه خبری حریت دولت ترکیه از توقیف دو کشتی روسی در بندر سامسون این کشور در, در دریای سیاه خبر داد. بر پایه این گزارش هفت کشتی روسی در بندر سامسون ترکیه برای بازرسی متوقف شدند که از میان آنها دو کشتی با ادعای نقص مدارک توقیف شدند هفته گذشته نیز روسیه نیز مانع از ورود کشتی‌های ترکیه به بندری در روسیه شده بود تنش ترکی روسی پس از ساقت سازی یک جنگنده روسی در آسمان سوریه از سوی ارتش ترکیه وارد معادلات پیچیده‌تر شد ادامه خبرها و نظرهای برگزیده سردار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه عملیات برون مرزی آیت الله علی خامنه‌ای و موجز خبرهای زد و نقیز حول این شخصیت نظامی برساخته پس از بحرانهای سوریه هر روز ابعاد تازه میگیرد در تازه ترین گزارش خبرگزاری میزان گزارش داد که سخنرانی این مقام نظامی پرهاشیه در دانشگاهی در آخرین دقایق لغو شد خبرگزاری میزان از مراسم روز دانشجو با حضور عزت الله زرقامی در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی خبر داد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود در این برنامه سردار سرلشکر قاسم سلیمانی سخنرانی کند که به دلایلی در دقایق آخرین سخنرانی لغو شد این خبرگزاری با طرح این پرسش که چرا سخنرانی سردشکر سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی در دقایق آخر لغو شد اشاره کرد اواسط سخنرانی گرامی برگی روی میز او گذاشته شد و او با نگاه به برگ خطاب به حاضران گفت بعد از سخنرانی من قاسم سلیمانی سخنرانی خواهد کرد پس از این صحبت زرقامی تمام سالن با سر دادن شعاری سردار سلیمانی را تشویق کردند و تمام عکاسان به محل ورودی سالن آمدند و آماده عکاسی از ورود قاسم سلیمانی شدند پس از پایان سخنرانی زرقامی محمد حسین رنجبران مجری برنامه اعلام کرد که حامد زمانی چند قطعه را خواهد خواند و پس از آن سردار به سالن دانشگاه خواهد آمد اما پس از پایان اجرای حامد زمانی در حالی که همگان گویا منتظر حضور سلیمانی در تالار ابو ریحان شهید بهشتی بودند به یک بار رنجبران مجری برنامه عدم حضور سردار را در برنامه اعلام کرد و از مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی خواست که در این بار متنی را قرائت کند مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی پس از حضور در پشت تریبون به دانشجویان گفت تمامی هماهنگی‌های لازم برای حضور سردار سلیمانی در دانشگاه انجام شده بود اما ظاهرا کسانی نمیخواستند ایشان به دانشگاه بیایند و برنامه لغو شد که بدون اشاره به جزئیات موضوع و چگونگی لغو شدن فقط با این جمله پایان مراسم رو اعلام کرد کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با دو رویداد از دنیای زنان ایرانی نخست نشریه تبار در تهران با انتشار گفتگوی با فاطمه معتمد آریا بازیگر سرشناس و هنر پیشه شهیر ایرانی گفتگوی انجام داد که بخش های از این گفتگو مورد توجه گسترده ی افکار عمومی هم در جهان مجازی و هم در دنیای واقعی شد خواستان که به شرح بازخانی بخش از خاطرات ایام بازجویی خودش نیز اشاراتی کرد نشریه تبار تیتر به نقل از معتمد آریا این گونه زد که به بازجویانم گفتم من دوست شما هستم نه دشمن شما بر اساس گزارش نشریه تبار فاطمه معتمد آریا در بخش های از مصاحبه خود با اصل عباسیان در نشریه تبار از جمله اشاره کرد که در لحظه که مرا بیدلیل بازجویی می کردن جز گریه کردن کار دیگری از دستم بر نمی آمد چون دلم نمی خواست جدل کنم فقط سکوت می کردم و اشک می ریختم. برای اینکه من در جای نامتعادلی واقع شده بودم جایی که حقم نبود و شایستم نیست برخی مرا به خاطر آموزه های غلطی که در ذهنشان وجود داشت بازجویی می کردم نمی خواهم بگویم که من راحت زندگی کردم من زندگی را راحت نگاه کردم راحت گذشتم از کنار این اتفاقها. ها این گفتگو که با عنوان یاد گرفتم ببخشم در نشریه تبار منتشر شد در بخش های از این مصاحبه به نقل از این هنر پیشه ستم دیده ایرانی نوشت که راحت گذشتم از اینکه در بهترین سالهای عمر حرفه ایم از بازی کردن من شدم منتها آنقدر شور زندگی و عشق به حرفم در من زیاد بود که قشنگ جهتش را تغییر دادم یعنی به جای اینکه بخوام فکر کنم وای چرا من کار نمی کنم هرگز این افکار را به ذهنم را ندادم بلکه فکر می کردم که من چه آدم خوشبختی هستم که می توانم از این بازجویی ها راحت بگذرم دلیلش همین بود که فوری جهتم را به سمت کارهایی تغییر دادم که از قبل هم ذره ذره انجامشان میدادم فاطمه معتمد آریا با اشاره به اینکه به مؤسسات خیریه شتافت و به بیماران سوال علاج نیز کمک کرد اشاره کرد که همین امر باعث میشد که زهر این اتفاقات نیز برایم گرفته شود که به نقش نیکوکاری و دگردوستی و نودوستی اشاره تاکیدی داشت این هنرمند نامی ایرانی در بخش از این گفتگو در بازخانی شرح جزئیات بازجویی گفت که من در اولین بازجویی رسمیم گفتم که من دشمن شما نیستم چون وقتی می روید خانه تلویزیونیتان را روشن می کنید و بچه تان در بغل تان می نشیند و خانمتان تان بغل تان نشسته و تصویر من در تلویزیون است یعنی من به خانواده شما آمدم پس من دوست شما هستم گفتم شما هم دشمن من نیستید چون ما می توانیم درباره مشکلاتی که برای من وجود دارد با هم حرف بزنیم این گونه بود یاد گرفتم که میتوان به آرامش رسید و میتوان جهان نامتعادل و نامناسب نامت... حیات را به جهت مثبت تغییر داد و رویداد پایانی که آن هم زنانه انتخاب شد انتخاب شهبانو فره پهلوی به عنوان بانوی سال 2015 است که مورد استقبال جمع کثیری از ایرانیان خاص نسل جدید ایرانی قرار گرفت بخش از شکوه احترام آمیز این صحنه ها را با هم میبینیم و <applause> جنتلمن میدم امیسیو من Your Majesty, Votre Majesté, Ihre kaiserliche Majestät Farah Pahlavi اولاً، <laughs> in شهبانو فرهدی با پهلوی به با عنوان بانوی سال 2015 تای مراسمی باشکو در محل ساختمان شهرداری شهر ویان، پایتخت اتریش، توسط بنیاد لوک انتخاب شده است سنهایی از سخنرانی و استقبال از این بانوی پرخاطره و ماندگار میهن را میبینید و با این گزارش وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خدا حافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و همینطور تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود